درود به همه شما دوستای از مهربون فرهاد متقی هستم خبرنگار مستقل آزاد که بازم با اخبار 24 ساعت گذشته در خدمت شما هستم خبر داریم چقدر خبر باحال تا آخر برنامه امیدوارم بیننده این بخش خبری باشید اما قبل اینکه شروع کنیم بازم خواهش میکنم اگه سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید دکمه قرمزون بغله یا زیر ویدیو اگه تو یوتیوب هستید و اینکه لایک بزنید تا اخبار بدون سانسور به فارسی زبان بیشتر در دنیا پیشنهاد داده بشه اما عید نوروز شاد باشیم در کنار هم شادی کنیم یادمون نره که این روزایی که هستن اگر داخل ایران هستید متاسفانه تا وقتی آزاد نشه بهتر از روزایی هستن که قرار بیان در تاریخ 43 ساله جمهوری اسلامی اینجوری بوده بر همین قدر امروزتون رو بدونید قدر نفس کشیدنتون رو بدونید قدر با عزیزان بودنتون رو بدونید و اگر خارج از کشور هستید سعی کنید که یه دستی بدیم به همدیگه کمک کنیم که اون داخل بتونن یه مقدار راحتتر زندگی کنن بتونن اوقات بهتری داشته باشن اما هی فکرید نوروز اول برنامه با یک ترانه از دوست عزیز و همسنگرم سعی محمدی شروع نکنیم که اینم افتخار داده برای اخبار خاموش شخصی فرستاده به میرم باد بهاری شده سر تا سر دشت سبز گلناری ناری شکوفه های بیقرار روز آفتابی به سبا پوست دهن با لب سرخابی به شکوف خنده ی تو جلده ها دارم آن روی زیبا نظری سوی ما دارم حال پریشان بر طرف دست سب و دشت گلب شد چو تو که میرفت زدم باد بهاری شده سر تا سر در سبز و گلناری شکوفه های بیقرار واقعا چی بگم روح شاد خدا بیا مرزتش ویگن عزیز دوست داشتنی چقدر جاش خالیه به اون صدای مخملی مردونه با اون جذبه که پشت میکروفون و میستا دلی تشکر میکنیم بازم از سعید محمدی که لاقل ترانه ویگن و خونده باز شده که یاد اون هم باشیم اما نمیدونم در کجا این جغرافیه بزرگ دارید زندگی میکنید نمیدونم قطعا میدونم خارج از کشور دیگه نه یوتیوب نمیتونستیم ببینید خیلی تعداد کمی هستن از داخل کشور یوتیوب هم یه 15 درصد از کسایی که کانال تو میبینن از داخل کشورن ولی این بازه زمانی طولانی و شامل میشه معلوم نیستش که برای ماه قبل سال قبل به چه صورته ولی اینو می‌دونم اگه خارج از کشور هستید راحت‌تر نفس میکشید در فضای آزاد دارید قدم میزنید و میتونید با خانوادهتون اونجوری که دوست دارید زندگی کنید اونی که دوست دارید بپوشید اونی که دوست دارید بخورید یا بنوشید اما ازایی هستن در داخل کشور که در سختی بسیار هستند با هزار یک مکافات تونستن بکشونن خودشون رو به این فضای آزاد برسن ولی متاسفانه توی باطلاقی به نام ترکیه یا یونان گیر کردن این عزیزای دلمون همه مال و اموال و دار و ندارشون اونجا گذاشتن و هیچ چی ندارن برای اینکه بتونن به خانوادهشون برسن به بچه هاشون برسن یه شادی رو به خونه بیارن در سال گذشته با کمک شما خیلی از این کارا رو انجام دادیم بریم یه گزارشی ببینیم با کمک شما دوستایی که یاوران هموطنان عزیزمون در داخل کشور بودید در سال گذشته تونستیم تغییرات خیلی بزرگی رو در بعضی جاها ایجاد کنیم چند ده آبرسانی به خوزستان داشتیم در سیستان و بلوچستان آبرسانی زیاد داشتیم روستاهای خشکی که مردمشون چشم به راه بودن تا شاید یه تانکر از ته جاده به پیچ بیاد با کمک شما آبرسانی انجام شد و مردمش تونستن حداقل چند روزی در ماه رو با شادی آب سپری کنند واسه بعضی از روستاها با کمک شما تانکر خریدیم تانکر ها در حال بارگیری از طرف بنیاد نوروز بعضی از روستاها ها بودن که مشکلشون با یه پمپ حل میشد شد اونم شما کمک کردید خیریه بنیاد نوروز تونستن از طریق خیران و دوستان نیکوکار این مشکل رو رفت کنند و با نصب یک کفکش داخل رودخانه تونستند آب رو از رودخانه به بالای این تپه که مردم سکونت دارن برسانند. با همه این سختی‌هاش تونستیم با کمک هم به مردم زده و زلزله زده جنوب کشور مواد غذایی و پتو و چادر بفرستیم اینجا بندر و در حال خرید هستیم ما تو این سفر صد تا پتوی رو نفره گرفتیم صد کاتون مواد خوراکی تهیه کردیم این کمک ها رسید دست مردمی که واقعا در اوج نداری و محرومیت بودند کسایی که فکرش هم نمی کردن. وسط بیابون یه ماشین بیاد نگر داره بگه یه سری هموطن عاشق از اون ور آب پول دادن برای شما مواد غذایی خریدن برای شما دمپایی خریدن آوردن اینجا تا شما بتونید یه مقدار چند روزی راحت زندگی کنی تا بچه هاتون یه دلخوش کنکی داشته باشن همه اینا به خاطر وجود شما نازنیناست بعضی هم معرفی شدن به بنیاد که مشکل خاص داشتن باید بهشون بیشتر رسیدگی میشد واقعا مشکل دارم خواهش میکنم اگر میتونید به من کمک کنید به من نه به بچه هم کمک کنید من دخترم دخترامو درمان کنم یه بهشون برسم بعضی هم مثل جنت خانم بیماری خاص داشتن و هزینه های سنگین ما دختر داریم به اسم جنت دوازده سالشه بیشترین مشکلی که داره همین دختر ما که فلج کرده کوشش کنید تلاش کنید یک راه حلی پیدا کنید که ما بتونیم یک خورده با این مشکلی که داریم کنار بیاییم و درد ما کمتر بشه یا مثل بابک نازنین یه ویلچر شکسته و هزار و یک مشکل و گرفتاری زندگی توی تأمین مخارج زندگیم واقعا موندم من الان حدود بالای 6 ماهه که ویلچرم شکسته انقدر بردم جوش دادم پیش این استاد کار ترکه گفت دیگه نیارش این آلومینیوم هر وقت جوش میدی از بالاترش میشکنه خشک میشه یه مرد خونه که بیمار نمیتونه کار کنه تنها وسیله کار کردنش هم یه گاری بود که اونم ازش دزدیده بودن نظر پوشاک که اصلا سفریم لباسمون که مردم میده اصلا لباس نمیتونیم به من الان دو سال نیم اومدم ترکیه شلوار نتونستم برای خودم بخرم یه جوراب نتونستم بخرم حقیقت بگم به خدا حتی یه ناخونگیر نتونستم برای خودم بخرم همه رو از این اون جور میگونم آروشا خانمو داشتیم که مشکل شدید داشت سلامتیش احتیاج به عمل جراحی داشت و خانوادهش هزینه این عمل جراحی رو نداشتن شما کمک کردین دختر دومم بیماره که سه سال اسم اون آروشاست میخواستم در ابتدا از بنیاد نوروز تشکر کنم از همه هموطنان که هم که همدردی کردن به هر شکلی که میتونستن ممنونم امیدوارم که برای همتون شادی و سلامتی باشه مطمئنم تو این سال جدیدم با کمک هم میتونیم خیلی کارهای خوبی انجام بدیم یادمون نره قرار هر کس یه کوچولو کمک کنه تا با کمک هم یه دنیا رو آباد کنیم برای کمک به هموطنان عزیزمون به وبسایت www.noruz.org مراجعه کرده و یا با شماره تلفن یک هفتصد و صد و و تماس بگیرید بله دوستان نازنینم شماره بنیاد رو صفحه است یک. 704-544-7800 یا میتونید به سایت نوروز دات آرژی برید گزینه لینک دونیتون وسط هست روش کلیک کنید میتونید هدای خودتون به مردم نیازمندمون در جاهای مختلفی که گیر کردن از طریق بنیاد نوروز برسونید بنیادی که این نوروز 18 ساله شد بریم سراغ اخبار رافل گورسی گفته بعضی از مسائل اگر که باقی مونده حل بشه امکان بازگشت به توافق وجود داره یعنی یه جوری در مورد توافق صحبت کرده که امکانش وجود داره که اصلا با این بشکن و بالا بندازه که ارزشی دارن تو کلاب هاوس و فضا مجازی انجام میدن اصلا نمیخونه گفته تا رو کلی همه چیز درست و روبه جلوه با این حال تعدادی از مسائل باقی مونده اگر که من اشتباه میکنم اصلاح کنید در کامنت یه سال داره همین جمله رو میگه دیگه هر دو طرف همه چی حل شده آقا توافق قطعیه ولی یه سری چیزا باقی مونده برجامی که اکنون به دنبال اون هستیم پیچیده تر از آنچه در ابتدا در سال 2015 امضا شد خواهد بود به ویژه از سال 2018 که آمریکا اطور یک جانب از این توافق خارج شد و جمهوری به تدریج شروع به توقف تعهدات خود کرده گفته شما با رژیم مواجه هستید که فلز اورانیوم تولید میکنه اکنون شما رژیمی دارید که پیچیده ترین سانتریفیوژ ها را ساخته اکنون شما با رژیمی روبرو رو هستید که اورانیوم 60 درصدی رو غنی میکنه که تقریبا در سطح نظامیه ما کار خود رو برای تطبیق با واقعیت ها انجام خواهیم داد و بازگشت به حالت اولیه بسیار موفقیت بزرگی خواهد بود ولی اصلا برگشتی به حالت اولیه وجود نداره آقا یارو وقتی داره میسازه خودشون گفتن وقتی به این دانش فنی رسیده که میتونه 60 درصد یا بیشتر غنی سازی کنه اون دانش نمیتونه از مغزش پاک کنی که یه نفر رفته رانندگی یاد گرفته چه جوری میخواد یه کار کنه دوباره یادش بره دوباره میسازه یه بغلی زیرزمینی یه جایی دوباره یه بچه چند ساله بود عمل نجات پیدا کرد تو زیرزمین خونش که که زرد میپخت میرن دوباره یه چیزی پیدا میکنن میسازن میان بالا دیگه کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو گفته جمهوری اسلامی روسیه در حال رایزنی برای به رسمیت شناختن کارت های سیستم مالی MIR هستند این یک سیستم نقل و انتقال و پرداخت مالی هستش که در روسیه از اون استفاده میشه و از سال 2014 به دنبال اعمال تحریم های غرب آغاز به کار کرده گفته شده بیش از 50 درصد مردم روسیه حداقل یک کارت بانکی MIR دارند و بیش از 25 درصد تراکنش های مالی این کشور از طریق این سامانه انجام میشه حالا یعنی چیش اگه میخوایم بدونید یعنی اینکه از یک روشی مراودات داخلیشون انجام بدن که قابل رسد نباشه در 60 درصد موشکای فوق دقیق روسیه به هدف نخورده این شاید براتون جالب باشه یه منبع آمریکایی گزارش کرده روسیه مشکلات عمده با موشکای هدایت شونده خودش داره این موشکایی که در حمله به اوکراین استفاده شدن اگر چه سلاحای با تکنیک بسیار بالا هستن اما حدود 60 درصد اونا خوردن تو در و دیوار یا سقوط کردن این مسئله میتونه دلیلی برای این باشه که روسیه درست یک ماه پس از آغاز حمله به اوکراین هنوز نتوانسته به اهداف نظامی خود دست پیدا کنه از جمله از بین بردن نیروی هوایی اوکراین تصویر بالا سمت راست خیلی از کاربرا به موشکی ساخته شده از دبه خیارشور تشبیه کرده بودن چون فقط ظاهر داشت ولی محمود توش باقالی ریختن احتمالا دیمیتریو روکوزین رئیس شرکت دولت دولتی روسکوسموس روسیه در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که زرادخانه خانه هسته ای این کشور شامل سلاحهای هسته تاکتیکی همراه با موشک های بالستیک قاره پیما باید به روسیه در جلوگیری از مداخله غرب در جنگ اوکراین کمک کنه فدراسیون روسیه قادر هر متجاوز یا هر گروه متجاوز را در عرض چند دقیقه از هر فاصله به صورت فیزیکی نابود کنه ولی جالب اینه فکر کنم فقط خودشون دارن ها یعنی یه ذره مسئله بسیار پیشرفته در جنگ‌های خیابانی هست که طرف میگه اگه تو ببخش میگه اگه تو خری من از تو خرترم اگر شما یک کشوری که سلاح هسته‌ای داری چهار پنج کشور دیگه هستن که اون هم دارن دیگه اگه قرار باشه یه دونه شلیک بشه مسلما انقدر بعد از اون شلیک خواهد شد که لکی بعد این وسط بیاد سوت بزنه یه جوری اینا دارن میگن باید بزنیم ما هسته یا اینا, اینا فقط اینا دارن که دیگه نداره من موندم اگر اینا اون اجده های نن اجده ها رو تو گیم آف ترونز داشتن میخواستن چه بلایی سر دنیا بیارن که فقط دو سه تا دونه بود اونم خانمه داشت ماکرون وقوع قحطی تا یک سال دیگر رو پیش بینی کرده دفعه دوم داره پیش بینی میکنه امیدوارم یه روزی بشه که این ماکرون بتونه صلح پیش بینی کنه بتونه رفتن اخوندا مملکت ما رو پیش بینی کنه تو مصاحبه با خانم شکتوم هم گفتم داشت میگفتش که روسی رابطش با ایران خوبه تنو کشور بود که بلا فاصله خمینی پناهندگی داد و گفت همین باعث شده که ما همیشه خودمون رو مدیون فرانسه میدونیم که بتونیم یه سری دیکتاتور رو بهش هدیه کنیم یعنی بتونیم یه کاری کنیم که یک انقلاب اونجا به پا بشه تا 40 50 سال بفهمن که مردم ایران چی کشیدن به این پناهندگی دادن به خمینی شما نبالن اما ماکرون در جریان نشست گروه هفت پیشنهاد طرحی استراری برای امنیت غذایی مبارزه با خطرات قحطی که به واسطه جنگ اوکراین در جهان ایجاد خواهد شد رو مطرح کرده ماکرون با هشدار به روسیه گفته که در صورت ادامه جنگ در اوکراین بین 12 تا 18 ماه دیگر در برخی از مناطق جهان از جمله در شمال آفریقا قحطی اجتناب ناپذیر خواهد طول این شد شمال آفریقا قبلا اروپا هم گفته بود شاید براتون جالب باشه به این خبر خیلی رفتین نداره اتون رفتم داشته باشه دیگه بیشترین مقدار زمین های حاصل خیز آمریکا رکوردش دست اولین کسی که بیشترین مقدار زمین های حاصل خیز آمریکا رو داره که در حال حاضر هیچی توش نمیکاره ۲۴۸ هزار هکتار از بهترین زمین های زراعی داره که میتونید گوگل کنید به جان کی بگم فیک نیوز نیست بیل گیتس دومین کسی هم که داره جفروز صاحب آمازونه که اونم اگه اشتباه نکن 238 و 228 داره جالبه نه اجاره میدن نه چیزی میکارن نگه داشتن احتمال زمانی که وقت قطعی بیاد قبلش اینا میرن میکارن اگه اون نزدیک ها هستین یه رصد کنین هر موقع دیدید دارن بذر میپاشن بگیم ما سری بریم از فروشگاه خرید کنیم انبار کنیم چون اینا زمانی میکارن که قطعا موقعی که محصول در میاد بخوره به قطعی بایدن در بروکسل گفته خانه فروپاشی گفته پوتین خانه فروپاشی ناتو هستش بایدن اضافه کرد که پوتین ترجیح میده با سی کشور مستقل روبرو بشه تا سی کشور متحد بنابراین هیچ چیزی مهمتر از حفظ تا در ناتو اتحادیه اروپا و گروه جی هفت نیست بایدن تاکید کرده به اعتقاد ما پوتین مرتکب جنایت جنگی شده حالا این که سه چهار بار گفته ولی کشور متحد ناتو کاشکی معنی اتحاد هم یه جوری توضیح میداد میفهمیدیم چیه چه اتحادی با هم دیگه داشتن شاید کمک کنه درک بهتر از وضعیت سیاسی جهان داشته باشیم بایدن به روسیه هشدار داده که اگه از سلاحهای شیمیایی استفاده کنه ناتو به اون پاسخ سختی خواهد داد و درباره این پاسخ سخت توضیحات بیشتری ارائه نکرده بایدن همچنین خواستار حضور نظامی ناتو در شرق اروپا شده و گفت اونجا باید تقویت بشه و سختترین تحریمها علیه روسیه هم اعمال خواهد شد و وضعیت که در داره روسیه پیش میره فکر کنم هیچ کدوم این ها به بند کفشش هم باشه دیشب در اخبار دیشب که چرس خانم. صبح کله سهر بودش در اخبار گفتم عملا خیلی از این تحریم ها به خواب خواهد رفت به دردشون نمیخوره بخاطر اینکه وقتی الان قرار گاز صادراتیش به اروپا رو مجبور کنه اروپا رو که به روبل بیان ازش خرید بکنن اصلا کلا تحریم همه میره کنار اما جمهوری اسلامی به قطعنامه کمک‌های بشردوستانه اوکراین در مجمع عمومی سازمان ملل رأی ممتنع داده. جالب نیست؟ مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه کمک‌های بشردوستانه اوکراین را با 140 رأی موافق و 5 رأی مخالف تصویب کرد. این دومین مصوبه این مجمع از آغاز جنگ در این کشور اروپایی کشورهایی که به این قطعنامه رأی منفی دادن شامل بلاروس، کره شمالی، اریتره، روسیه و سوریه میشن. 38 کشور از جمله جمهوری اسلامی به این قطعنامه رأی ممتنع دادن این برشون مهم نیست آقا کمک بشه نشه بمیرن نمیرن ولی مثلا اگه جای این حسن الله یه چیز دیگه خواسته بود مطمئن باشید که همه عربای جمهوری اسلامی هم جمع میشدن دار و ندار و فرش زیر پای نه خودشونو که نه مردم رو میفروختن یه برده جدید تو بوس را مینداختن پولا رو همه رو میبردن دو دستی تقدیم اونا میکرد اوکراین چرا چون روسیه داره میزنه مهم نیست برعکسش ممکنه یعنی گفتم بیاین فشنگو توپ تانک هدیه بدید که قرار روسیه قوی تر بکشه اونجا موقع می رفتن حتما انجام میدادن اما آمریکا تحریم های تازه علیه روسیه اعلام کرده نمایندگان مجلس دومای روسیه به دلیل پشتیبانی از تلاش های کرملین برای نقض استقلال تمامیت ارزی اوکراین تحریم شدن باید گفته کسایی که در فهرست تازه تحریم و گنجونده شدن که سیاست جنگی کرملین نفع شخصی میبرند و در نتیجه باید در درد و زخم‌های این سیاست نیز سهیم بشن نیز از قرار گرفتن نام 328 نماینده مجلس دومای روسیه شرکت های دفاعی روسیه و رئیس یکی از بزرگترین بانک های روسیه که از متحدان اصلی پوتین در این فرست خبر داد و گفت که ایالات متحده همچنان هزینه های پوتین برای به انداختن جنگ در اوکراین رو بالا میبره اما هیتاناس ناوسدا رئیس جمهور لیتوانی به کشورهای اروپای غربی هشدار داد که روسیه تنها تهدیدی برای شرق اروپا نیست بلکه میاد میتونه فراتر از اونم خطرناک باشه زیر پوستی چیزی که روسیه فرو نشه گفته آقا ما بعدیم گشته تو صف داره میاد میخوره میاد جلو دقیقا مثل این فامیلای عروس میمونن وقتی تو مجلس عروسیش میز شامو که میارن همیشه چند تا همچین قلدور بد بدن هستن از اون ته میز شروع میکنن غذا رو خوردن تا سر میز میان اینا هم مثلا همون اون ضمن پایین این که شاید لهستان یا کشورهای بالتیک که اهداف بعدی روسیه باشن تاکید کرده هیچ کس نمیتونه احساس امنیت کنه اما جالبه وقتی که اینا میگن ممکنه وقتی تصاویر تلویزیون روسی میاد که ژنرالا نشستن دوربین داره فیلم میگیره یا اینجوری میبره میلر میذاره میگه آقا قلب ورشو باید بریم خط میکشم میگه اینو که برای خودمون اینو که اصلا میگیریم بریم سر اون صحبت بکنیم بعد اینا همچنان از لفظ ممکنه یا احتمال داره یا نکنه خدای نکره زبونم لال بیاد صحبت میکنن برای من خیلی جالبه زلنسکی با بیان اینکه ناتو درخواست های تسلیحاتی ما رو بی پاسخ گذاشته از کشور اوزن ناتو خواسته یک درصد از امکانات نظامی رو به اوکراین بدن حال یه درصد راه دوری نمیره دیگه منظورش اینه در پیام ویدیویی به اجلاس سران کشورهای ناتو خواستار ارائه کمک های نظامی این اتحادیه به کشور جهت دفاع از خود برابر تهاجم روسیه شده او با اینه که روسیه از کل ذراتخانه خود بهره میگیره و اوکراین به کمک های نظامی نامحدود نیاز داره خطاب به کشور عضو ناتو گفت یک درصد از هواپیماها یک درصد از تانکاتون رو بدید ما قادر به خرید اونها نیستیم اگر میگو یه درصد از حساب بانکیتونم بدین من میگفتم که این مسلمون شده قاعدتا داره راشیات می یاد میگیره زلنسکی همچنین نیروهای روسیه رو به استفاده از بمب‌های فسفوری در شهرهای اوکراین متهم کرده زلنسکی مقامات روسیه رو جنایت جنگی در اوکراین متهم میکنه و گفته کسانی که دستور این جنایت رو دادن باید مجازات بشن خطاب به سران ناتو گفته ما نه تن از اوکراین بلکه از اروپا دفاع میکنیم زمانش رسیده که با پیوستن ما به اتحادیه اروپا موافقت بشه شما باید تسلیحات از جمله موشک انداز و پدافند هوایی به ما بدید ما از ناتو درخواست تانک کردیم ما پاسخی دریافت نکردیم فکر کنم گمه میدونید دیگه ناتو میترسه کم که مهم و تأثیر گذاری بکنه بعد با روسیه درگیر بشه حالا میبینید بالاخره با روسیه درگیر خواهند چون بخواد نخواد درگیر میشه فقط کاش یه جوری درگیر بشه که کمتر آدم در اوکراین کشته شده باشه نه که بذارن همه چه میدونم همه رو بکشن جاده رو صاف کنن قبرها رو بذارن همه رو دفن کنن بعد تازه بیاد دیگه آقا برای چی می مردم میکشید آقای استولتنبرگ دبیر کل ناتو تاکید کرده که این سازمان تسلیحات ضد تانک ضد هوایی و پهپادهای بیشتری بیشتری رو به اوکراین میفرسته ینس استولتنبرگ در حاشیه نشست ویژه ناتو درباره جنگ اوکراین در ادامه پشتیبانی نظامی پیمان آتلانتیک شمالی از اوکراین در برابر تهاجم روسیه به این کشور تاکید کرده در واکنش به خواسته زلنسکی ضمن تاکید بر اینکه اعضای ناتو خواسته های رئیس اوکراین رو مد نظر قرار داده و بررسی میکنند گفته درباره جزئیات کمک های خود نمیتونیم اطلاعاتی بدیم اما به کمک های نظامی در زمینه تسلیحات ضد تانک و ضد هوایی و پهپاد ادامه میدیم اوکراین از اتحادیه اروپا خواسته گاز روسیه رو با روبل پرداخت نکنه اونا هم گفتن چشم ما مردم یخ بزنن به خاطر اینکه با روبل ندیم فعلا این بلایی که اتحاد اروپا سر خودش آورده و چقدر زیبا باز برید اون فیلم شان هنیتیو که من دوبله کردم ببینید که ترامپ چقدر قشنگ سر میز به همش میگه آقا خودتو بدبخت میکنید شما ناتور تشکیل دادید که در مقابل روسیه بتونید قوی باشید در خودتون دفاع کنید شما دارین میلیارد میلیارد پول میریزین تو جیب یارو و بهش خندیدن گفتن ما استراتژی های خودمون رو داریم یه یعنی که تو نمیفهمی ما داریم چیکار میکنیم حالا به روزگاری رسیدن که به بدبختی یعنی واقعا دارم میگم به بدبختی دیروز خبر اعلام شده که گفته روبل بعد بدید 21 درصد گاز در آمستردام گرون شد 21 درصد در کشوری که قصد من آلمان رو بگم شما وام ۴۰ ساله میگیرید درصد سودش ۳ ممیز ۷ سنامه درصده ۴۰ سال سه ممیز ۳۷ درصد شما حساب کنین ضعف یک روز گاز ۲۱ درصد گرون بشه اصلا وحشتناکی غیر قابل تصوره اصلا عجیب و غریب الان آلمان گفته که مردم بیان فعلا بهشون یه پولی بدین برن پولای انرژیشون رو با این بدن الان یعنی مثل یاران بیا به همه آدما پول بده چون میدونه که منطق نداره که فردا چجوری میخواد یارو پول آب و برق و گاز و نمیدونم بنزین و گازوئیل و اینا رو بده دیمیتریو کولبا وزیر خارجه اوکراین کشور عضو اتحادیه اروپا هشدار داده به خواست روسیه مبنی بر پرداخت گاز وارداتی با روبل تن ندهند گفته این تحقیرآمیز خواهد بود اگه کس کشور عضو اتحادیه اروپا دست به چنین کاری بزنه گفته مثل میمونه که با یک دست به اوکراین کمک بشه و دست دیگه به روسیه در کشتن اوکراینی ها اروپایی ها باید تصمیم اقلانی و مسئولانه بگیرن به گفته کارشناسان اگر خریداران گاز روسیه به درخواست مسکو تن بدن با این کار روب رو تقویت میکنند دو تحریم همچنین تحریمایی که علیه بانک مرکزی روسیه وضع شده نقض میکنن اما خب راه دیگه مگه وجود داره راه وجود نداره که نه؟ گاز میگیرن گاز میخوان بگیرن نه گاز ولی گاز میخوان بگیرن نباشه کشور مثلا شمال اروپا یخ میزنن تعارف که نداره باشه ما به روبل پول نمیدیم و همگی یخ میزنیم خب این نیستش که این زمانی که باید فکر درست حسابی میکردن نکردن تصمیم داشتن دوزار ارزونتر از روسیه بگیرن نمیدیدن که ممکنه یه جوری وابسته بشن که دیگه نتونن تامین کنن میتونستن به آمریکا فشار بیارن میگن غلط میکنی میخوای بری سمت انرژی سبز میخوای خودت بری برو ولی ها رو به سمت ما بیاد نکردن این کارو الان تنها راهی که دارن کلشون برای که بتونن درست برن جلو همون راهی که ترامپ انجام داد هیچ راه دیگه در دنیا وجود نداره آمریکا باید بلافاصله شروع کنه نفت گاز استخراج کنه اروپا هم بده بگه اصلا نفت رو نگیرید من خودم میدم آمریکا داره هم توان تولیدش داره هم توان صادراتش رو داره قبلا هم یه بار این کارو کرده و اگر این کار انجام بشه در آمریکا روسیه خودش برمیگرده میره طولونش ولی نه اگر بخواد همین جوری بره و بایدن و تیم دموکرات ها همچنان به دنبال ویرانی باشن که برای بازسازیش پول به جیب بزنن و نخوان که استخراج نفت اینا رو شروع بکنن دستور مجددش رو بدن مسلما اروپا به هیچ عنوان نمیتونه در برابر سوخت در برابر انرژی جلو پوتین همچی قلدری کنه ناتو از چین خواسته تا حمله روسیه به اوکراین رو محکوم کنه ناتو گفته چین بعد در قبال حمله روسیه به اوکراین موضع روشن اتخاذ کنه کلش اینه که یارو بیاد بگه کار بدی کرده ها فکر نکنید محکوم میکنه یعنی تحریم کنه اسلحه به دو غیره مونتا انگار داری به داداش یارو میگی بابا برو داداش تو محکوم کن استال تمک ناتو گفته ما از چین میخوایم به جمع دیگر کشور جهان بپیونده تهاجم روسیه به اوکراین رو محکوم کنه مسکو رو مورد پشتیبانی سیاسی قرار نده اضافه کرده این به این معناست که چین از پشتیبانی مادی از حمله روسی به اوکراین هم خودداری کنه اون که نمیتونن ثابت کنه اینا خیلی بک چنل دارن پول بدن بگیرن ولی جالبش اینه که نه تنها چین این کارو نکرد بلکه از اضافه شدن کشورهای دیگه به ناتو هم بسیار انتقاد کرده چند دقیقه هم حرفی که جمهوری اسلامی میزنه با لفظ شیطان و گروه ها و قرب و چین به یه فرمت دیگه اومد اینو گفت در پی اعمال های سنگین بین المللی و صنعت هوانوردی روسیه تمسکو اعلام کرد قصد داره از تجارب جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم های غرب علیه خودش استفاده کنه این یکی از بحث های جالبه بدونید که هر جا بحث خلاف و خلافکاری و غیره مطرح میشه دارن دیگه درس عبرت دارن جمهوری اسلامی قشنگ هم میدونن یک تروریست قهار خلافکار که قشنگ میتونم میگن داداش تو این چندین و چند ساله چجوری پیچوندی تو این تحریم ها پول آوردی، مواد منفجره بردی گروه ها که نیابتی زدی چیکار کردی چیکار نکردی اونا هم میتونن هندلش کنن این هم که الان تازگی ها خیلی قشنگ را افتادن دیگه ویتالی ساولیف وزیر حمل و نقل روسیه در جلسه ی کمیته سیاست اقتصادی مجلس اعلای پارلمان روسیه گفت روسیه تلاش خواهد کرد از تجارب جمهوری اسلامی برای رستگی و صنعت هوانوردی خودش بهره ببره اینم بگم که فکر نکنید روسیه نیروهای نیابتی نداره یا نمیتونه بسازه چچنیا ها مدت هاست که روسیه دارن خوب بیل میزنن شخ میزنن یه چیز جالب بگن دیروز ایلان ماسک یه توییتی زده بود یه بیانیه که چچنیا براش فرستاده بودن و ورده بودن ازش دعوت کرده بودن که بیاد با پوتین مبارزه تن تنگی توی رینگ داشته باشه بعد کلکل کل کوریاشون خیلی خوب بود یعنی میگفت نوشته بودن که پوتین این دوره ها رو دیده تو رو گوشه رینگ میندازه فلان خب اعلام ایلاماس نوشته بودش که اگر انقدر که میگین وارده من قول میدم فقط با دست چپ هم باش مبارزه کنم با توجه به اینکه دست راست هستم هستم کوری در این حده ها ب... و کلا آدم خطرناک که نصف کاری داشت همین چه چنیا انجام دادن دیگه یعنی ممکنه فردا بفرستنش رو هوا انقدر این کلکل -کل جالب بود که دیدم پاول دوولوف مدیر تلگرام اومده بود زیرش کامنت گذاشته بود و یه دونه چنل صوتی جدید باز کرده بود به اسم النا و نوشته بودش که ایلان ماسک این کانال صوتی برای تو برای که بتونی پیام صوتی بفرستی تا ابد هم برای تو میمونه هر موقع دوست داشتی استفاده کن و این خیلی جالب بودش که مثلا پاچه خارای رهبر روسیه داشتن با ایلان ماسک کلکل کل, کل میکردن که این دو نفر با هم برن تو رینگ کی میزنه کی میخوره ولی کلکل کل در حد کلکل کل کل کامنتی نبود در حد بیانیه بود دوره هایی که پوتین دیده رو در آورده بودن جنگ در شرایط نمیدونم فلان و اوشی باز و نمیدونم فلان و بیسار و اینا و اینم خیلی جالب تمسخر جوابشون رو داده بود پیشنهاد کنم ببینید حتما ببینید جای خنده داره اما لاری فینک مدیر عامل و رئیس شرکت بلک راک بزرگترین شرکت مدیریت سرمایه و دارایی جهان تاکید کرد که حمله روسیه به اوکراین نظم جهانی را که از پایان جنگ سرد برقرار بوده بر هم زده در پایان خود به سهامداران این شرکت گفته که تهاجم روسیه به اوکراین نقطه پایانی بر پدیده جهانی شدن که در سه گذشته شاهد آن بودیم این باعث شده بسیاری از جوام و مردم احساس انزوا کرده و رویکرد ملیگرایانه را رو در بسیاری از مردم تشدید کرده فینک بر این باوره که اینم باعث تشدید اختلال دو قطبی و رفتار رفتار گرایانه شده که امروز در سراسر جهان مشاهده میشه من کاری به این ندارم به این جملات قلوم سلومش فقط میخوام بگم که این همه ما زیر جنگ بودیم یه جنگی که دلیلی نداشت خمینی به خاطر عشق کشورگشایی و جهان اسلام و امت اسلام و اینا رو انداخت سال اونجوری داشتیم میکشیدیم بعدش هم که کلا از اینا داشتیم میکشیدیم مردم ما یک روز خوش را در کشور تجربه نکرده به جرأت میتونم بگم حتی الان که سقف آرزوهاشون اینقدر کوتاه شده که سینخی زنده از زیرش رد شد همچیزی تجربه نکردن الان در اوکراین یه اتفاقی افتاده یارو توی کشور دیگه داره بغض میکنه که نظم جهانی به هم خورده این چیزهایی که بر ما خاطره است واسه اینو کابوس بوده اما محمود سریع القدم استاد علوم سیاسی گفته دولت رئیسی به دنبال برجام دوم هست این هم جالبه بدونید که گفته اگرچه بعد از دولت های رئیسی نوع انسجام در دولت حاکمیت دیده میشه همچنان قوه مجریه به دنبال اینه که برجام دومی تحقق پیدا کنه چون به پول و امکانات و به روابط عادی بانکی و دنیا نیاز داره وقتی افراد در قوه مجریه قرار می گیرن بعد نسبت به جامعه جوابگو باشن و دیدگاهشون نسبت به زمانی که در دولت نبودن متفاوت میشه یعنی آقا این که برجام و دست نمیزنیم قرارداد جدید نمیریم و این داستانا برای موقعی که یارو جایی بوده که خودش رأس کار نبوده وقتی میان رأس کار میگن آقا الان فعلا یه کاغذ پارم شده امضا کنیم که فشار رو اون برداشته شد. اگر جمهوری اسلامی رابطه نرمال بانکی با دنیا بر نگرده تفاهم نامه 25 ساله با چین هم اجرا نخواهد شد یعنی جمهوری اسلامی از زوایای مختلف رو که چپ و راست خواهد خورد جمهوری اسلامی لحاظ اقتصادی سیاسی در حالت معلق نمیتونه هیچ پیشرفتی داشته باشه و اما سهم روسیه در تامین گاز آلمان از 55 درصد به 40 درصد رسیده به گزارش وزارت اقتصاد آلمان واردات گاز از روسیه که تا کنون 55 درصد گاز آلمان تامین می‌کرده به 40 درصد کاهش یافته بخش بزرگی از این کاهش از طریق خرید گاز مایع داره. جبران میشه ولی نمیدونم چرا اشاره نمیکنن که هوا در آلمان یه ماه پیش چه میدونم دو درجه سه درجه بود و الان دمای هوا در آلمان 19 درجه است یعنی قاعدتا خیلی به اون صورت هم دیگه از گاز و اینا استفاده نمیکنن بر اساس این بر اساس این گزارش دو شرکت اصلی انرژی RWA یا و اینجا بهش میگن و آنیپر در حال حاضر در حال بستن قرارداد در ریست کشتی مخصوصا که میتونه گاز مایع رو از تانکرها بگیره و دوباره تبدیل به گاز بکنه به این ترتیب در زمستان بعدی 7.5 میلیارد متر مکعب گاز از سایر کشورها به آلمان منتقل خواهد شد اگر اگر و تنها اگر جمهوری اسلامی بذاره اینجوری بیان از دریا عمان دریا سرخونه ردشن برن اونور اگه قرار همون کاری که انجام میده با حالا این سری بیاد با صورت پیمانکاری برای روسیه انجام بده وضعیت خیلی بدتر و خطرناکتر میشه بر اساس برنامه دولت آلمان تا پایان سال جاری وابستگی این کشور نفت روسیه و تا پاییز به زغال سنگ روسیه به همین ترتیب قرار جوری کم میشه کایلی مور گیلبرت اون کسی که اسلام شناس استرالیایی که اومد ایران و 804 روز در ایران زندانیش کردن که او گفتن این جاسوسه این خانم زیبارو که اومد اینجا واسهش فرش قرمز فرستاده بودن که آقا بلند شو بیا اینجا سخنرانی کن موقعی که داشت میرفت گرفتن بنده خدا رو کردن تو قفس بعدم اومدن با سه تا تروریست ایرانی که در تایلند دستگیر شده بودن معاوضه کردن گفته آقا در دوره در دوران محکومیتش در اوین بهش پیشنهادات بیشرمانه شده واقعا خجالت هم نمیکشه بابا پیشنهاد بی شرمانه چیه اونا یکی رو میگیرن میندازن زندان دیگه مالک میدونن اینا برده گرفتن اینا فکر کردن تو کدوم کشور زندان بودن بابا اینجا جمهوری تو خیابونش هم اخوندا ولت نمیکنن میری دادگاه شکایت کنی اگر زن باشی قاضی اول نگاه میکنه ببینه میتونه با ارتباط برقرار کنه یا نه اون خیلی رب داره که حکم به بده یا به ضررت همین فکر کنم هنوز بعد از 804 روز بودن در زندان نفهمیده که کدوم کشور اومده بوده کشوری که در حالا به حال اشغال جمهوری اسلامی چه شکلی چه رنگی میتونه باشه گفته رئیس زندان میخواست با من روابط عاشقانه عاشقانه هم جالبه روابط عاشقانه نامشروع برقرار کنه حتی یه بار برای من کیک خرید و جشن تولد گرفت ای بابا اینا به خاطر دو روز با یارو بودن خونه میخرن عجیبشون که نمیخرن که اون رئیس زندان اوین مطمئن باشه یه رشوه گنده میگیره که از یکی و از این ور ببره بذاره اون بر. یا به یه نفر مرخصی بده به این گنده ها دونه درشتا پول میاد و میره با باسن کیک کیک و نمیدونم جشن تولد و اینا سوژه هستن گفته رئیس زندان کنترل کامل بر تمام جمعه های زندگی وی در زندان داشته و پس از آنکه که شیفته ی وی شد حتی با استفاده از نفوذ خود تاریخ آزادی وی را شش هفت ماه عقب انداخت اما بایدن قرار در ادامه این سفر اروپایی خود برای دیدار با پنندگان اوکراینی و شهر مرزی در کشور لهستان بره امیدواریم بر همین وقت عزیز همتون چه میدونم رو به قبله رو به هر طرفی هستید بگید یه از اون موشکای روسی همچین مسیر رو کج کنه بخوره فرق سر این فقط خواهشی که داریم قبل از رفتن ادنان سی هم به خودت ببر خیلی ممنون حتی باور کن چاک شومر اگه ببری یا بقیه یه سری از این جمهوری خواهرم ببردی مخصوصا این لیزچنی اگه ببری من ممنونت میشم قرار بره مرز لهستان شهر جوجوف در کشور لهستان با مرز اوکراین تنها 80 کیلومتر فاصله داره حالا این تنها هم خیلی جالبه تنها 80 کیلومتر فاصله داره و در یک ماه گذشته یکی از اسکاهای اصلی آوارگان اوکراینی در مسیر خروج از کشور اوکراین بوده هدف از سفر به این فاصله فاصله نزدیک از کشور جنگ سداره. نزدیک هم باز خیلی جالبه چون اوکراین تاکید بر تمایل واشنگتن به حمایت از متحدان اروپاییش در سازمان ناتو و قاطعیت دولت آمریکا در برابر تهاجم روسیه به خاک اوکراین عنوان شده ولی این جالبه که میگن در نزدیکی ولی 80 کیلومتر فاصله داره یادم یه دوران دانشگاه به مثلا بچه می گفتیم بچه کجایی میگو بچه تهران می گفتیم کجای تهران سپیچ میشدیم شدیم هزار کیلومتری غرب تهران بعد میفهمیدی بچه مشهده این هم همین جوجه دیگه در نزدیکی مرز اوکراین 80 کیلومتر ایالات متحده نسبت به حضور جمهوری اسلامی در نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی قطر اعتراض کرده و نسبت به خرید تسلیحات جمهوری اسلامی هم هشدار داده جمهوری اسلامی در نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی دوهه که با میزبانی دولت قطر برگزار میشه تسلیحاتی را به نمایش گذاشته که میگه همه اونها به طور بومی در داخل کشور تولید شدن این خبر خیلی تنزه یعنی در این چه دنیای مسخره داریم زندگی میکنیم یه کشوری تحریم تسلیحاتیه بعد نمایشگاه میره شرکت میکنه اسلحه میفروشه بعد من موندم کی جرئت میکنه از اینو بخره با اون روسیه که انقدر ادعاش میشد 60 درصد موشکاش رفته تو در دیوار خورده حساب کنید که از این بخرن بعد بخوان استفاده کنن چه فاجعه انسانی ممکنه رقم بخوره خبرگزاری ایرنا گفته که این سلاح شامل مدل حرفه‌ای و ارتقا یافته سامانه دفاع موشکی هوایی باور 373 که میتونه اهداف هوایی رو از فاصله 26 کیلومتری تا ارتفاع 27 کیلومتر از سطح زمین رهگیری رو نابود کنه البته اسمش باور رو من میگم باور چون باورش خیلی سخته که اینا بتونن اونو ارتقا بدن این سامانه موشکی جمهوری اسلامی سامانه موشکی وای خدای بزرگ نت پرایس اعلام کرده که واشنگتن عمیقا از حضور مقامات نظامی جمهوری اسلامی از جمله افسران سپاه در نمایشگاه دفاعی دوه متاسفه اه... چی بگم <applause> ببخشید یه... یه, سری بچه جمشی نامه بنویسیم بگیم آقا قصه نخور تو خود شیرت خوش میشه متاسفی خود شما اومدین تا یا یارو از لیست تروریستی هم در بیارین حالا ناراحتین که چرا سردارش ما رفتن اونجا پرایس گفته ما حضور جمهوری اسلامی در این نمایشگاه و نمایش تسلیحات دفاع دریایی آن را کاملا مردود می شماریم چرا که جمهوری اسلامی خود بزرگترین تهدید علیه ثبات دریا نوردی در منطقه خلیج فارس بعد یکی نگفته چرا دارید به کسی که بزرگترین تهدید علیه ثبات دریا نوردی در منطقه خلیج فارس دارین قرارداد امضا میکنین خب خود شما با یاری دارین قرارداد امضا میکنین چرا بقیه نباید بکنن پرایس داد که نقل و انتقالات مالی مربوط به تسلیحات جمهوری اسلامی تحت قوانین ایالات متحده عموما قابل تحریم هستش از جمله مشمول تحریم های مرتبط با تروریسم تسلیحات کشتار جمعی میشه قرفه جمهوری اسلامی در نمایشگاه تصاویر از قایق‌های تندرو تزیین شده که عموما نیروهای سپاه پاسداران در خلیج فارس از اون استفاده میکنن موشک کروز ضد ناو نصر یک نیز از جمله دیگر تسلیحاتی که جمهوری اسلامی در نمایشگاه قطر عرضه میکنه قایقا که بابا از قدیم و ندیم هم بوده مشخص شده فایبر گلاس فقط مدل بیرونش عوض میکنن همینایی که میرین شمال چه الان موقع دو تومن بود میگرفتن میبردن تون میرفت میبردن میچرخوندنتون رو آب حالا الان ممکنه به جای دو تومن چون خیلی گرون شده تا شده 200 تومن ولی بحث موشکاش میگن انگار نقطه زنش فعلا بد نیست میزنه واقعا اما از این داستان که بگذاریم، این کسی که اخبار دیشب دیده باشن یه بحث جالبی رو رفتیم که نمیدونم دیدید دیدی یا در مورد این نامزد جدید دادگاه آمریکا سوپریم کورت آمریکا بودش که ازش پرسیده بودن زن چیه گفته نمیتونم تعریف کنم چون زیست شناس نیستم در برنامه دیشب که پیشنهاد می‌کنم حتما برید ببینید چون خیلی جالب بودش یه خانی نشون داد که بیننده مسابقات شنا بودش داشت مسابقه رو نگاه می‌کرد می‌دونه که یک مرد ترانسجندر شرکت کرده بوده با اختلاف همه زنها رو برده بوده تقلب دیگه گفته من احساس میکنم که یک زن هستم و رفته بوده شرکت کرده برنده شده بوده و خیلی واکنش این خانم جالب بوده این خانم دیشب تاکر کارسون گفتش که امیدوارم پیداش کنیم بیارمش پیداش کرده بود یه مسابقه خیلی جالب انجام داده بود که دوست داشتم این لذتی که این مسابقه بردم با شما به اشتراک بگذارم اینو بریم هم ببینیم It feels like just the other دیروز پریروز اینجوری بود قضیه که میتونستیم زنا رو بیشتر باور کنیم به خاطر اینکه زنان نمیتونن دروغ بگن. There's که از لحاظ بیولوژیک هم متفاوتن. میگه الان دیگه نمیتونیم به موضوع بپردازیم به خاطر اینکه کسی وجود نداره که بتونه زن رو تعریف کنه که زن کیه چیه حتی کسایی که قرار برن صندلی دادگاهی ما بشینن them, و اگر شما بخواید اون تعریف کنید که زن کیه و موقع است که به یک مشکل بزرگ برمیخورید میگه مثلا توییتر اکانت اکانت توییتر ما رو بستن به خاطر اینکه ما اومدیم گفتیم آقا جنسیت شما همون جنسیتی که وقتی به دنیا میان مشخص و اعلام میشه no هیچکس هم در تاریخ بشریت به همچین موضوعی شک نکرده چون واقعیت دادی به دنیا میگن آقا بچت پسر یا دختره میگه بعضیا هنوز اعتقاد دارن که چیز دیگه ای رو باید بگن ما شب یه کلیپی نشون دادیم که Thomas, man, یه خانمی داشت لیا توماس رو نگاه میکرد که یک مرد و میتونه پیروز یک رقابت مسابقه شنه زنان بشه من, ما, من خودم یه زنم و دارم میگم اون یک مرده یا میتونم ازت یه می از سوال بپرسم زنم میگه که اون زن نیست دوباره مردم میگه میتونم ازت یه سوال بپرسم میگه رو آره بپرس میگه تو زیست شناسی یعنی که داری زن رو تعریف میکنی تو زیست شناسی میگه خدای من تو رو خدا مسخره نباش میگه من دامپزشک <debuted> نیستم ولی میتونم سگ چیه یعنی لازم نیست دامپزشک باشی تا بگی سگ چیه لازم نیست زیست شناس پاشی تا بگی که زن چیه مرد چیه میگه به از اون گفتم که سعی میکنم پیدا کنیم بی کی بوده که این کار کردیم اسمش کلی جای کینگه که یه مؤسس سازمانی به نام مقاومت برای زنان برای زنان امشب به ما ملحق شده thank you so much for on. خیلی ازت ممنونم که اومدی به این برنامه oh, so so میگه تو نمیترسی بگی چی درسته؟ چرا چرا نمیترسی؟ Oh, I think it's my duty. I think فکر کنم که وظیفه بخاطر به خاطر اینکه. لازمه که این گفته بشه. I'm 100 sure that, that I have to say it. صد درصد مطمئنم که من مجبورم بگم خیلی از آدم هستن میترسن تو موقعیتی هستن که فکر میکنن اگر حرف راستو بزنن شغلشون از دست میدن um, but we can't all be silent. Otherwise, yeah, نمیتونیم هممون ساکت باشیم که وگرنه دنیا خیلی سریع به سمت هلنا هنکوک پیش میره I think that's exactly, yeah. Hancock. I think یکی از کارکترهای مارول اگه اشتما نکنم That's exactly right But why is this important? I mean there are a lot of fake things going on People lie چرا این موضوع اینقدر مهمه خیلی فیک نیوزای زیادی هستش مردم عملا دروغ زیاد میگن ولی تو دقیقا در مورد این موضوع خاص کردی بیستی و اعتراض بکنی چطور اینجوری شد؟ Well I think if you can no longer define what a woman is we can't talk about women می فکر کنم اگه نتونی دقیق زن رو معنا بکنی و بعد دیگه نمیتونی اصلا در مورد زن حرف بزنی our language is being diluted all over the place in the UK میگه زبان ما رو اومدن رقیق کردن بی اعتبار کردن در همه جای دنیا در انگلستان همینطوره sure US... در مطمئنه که در آمریکا هم همینجوری شده uh, havers, feeders, میگه ب... چیزهایی که به زنا خطاب میکنن برای شناساییشون چیزهای بسیار بسیار بدیه بهشون میگن کسانی که دارای دهانه رحم هستن کسانی که پریود میشن یا کسانی که بچه رو با سینه شیر میدید مثلا میگه اینجوری دارن صدا میکنن so بعد از این زبانی که میاد ما رو توضیح میده از شعرش خلاص بشیم اون چیزی که میاد ما رو اینجوری معرفی میکنه بعد از ازش از شعرش خلاص بشیم جالبه you جالب ادمایی که این روزا اجازه داری بهشون بگی زن دقیقا اون کسایی هستن که مردن یعنی الان فقط این کسایی که مردان مثل لیا توماس که لباس زن پوش رفته تو استخر اگه بهش بگی تو یه زنی هم میگن آفرین ببین این مرده چون خودش دوست داره زن باشه و اینم بهش گفت تو یه زنی چقدر کار درستی کرد ولی اگه به یه زن بگی زن هم خودش پیش بر بقیه یعنی الان وضعیت انقدر وارونه شده میگه این یه جوری به نظر میرسه حالا این اینکه من اصلا نمیتونم خودم جای زن بذارم تا ببینم چه حالا حسی بهم دست میده به نظر تحقیر کننده میاد اینجوری نیست که آدم رو رحمدار صدا بکنن really sexist. میگه به طور کامل میتونم بگم که بسیار بسیار جنسیتی این نگاه. Like the most pernicious sexism. Uh, that's what's happening to women all over the world. بله میگه این اتفاقی که داره بر زنان در سر تا سر دنیا میفته. So why aren't people who say they have the interests of women at heart standing up and saying, no, you, you can't pretend می اینکه به که به حال زن هستند در سراسر دنیا، چرا اونه نمی آن همه یا کسی که در قلبشون به زن‌ها ارادت دارند یا از اونو حمایت میکنند، چرا همه نمی آن بیستند و بگن که آقا نه این درست نیست؟ شما به صرف این لباس زنونه می پوشی، نمی شود مثل این زن. think Uh, -like میگه من خیلی مدت زمان زیادی در مورد موضوع فکر کردم و من فکر میکنم برمیگرده به بزدلی یا به این خرافات فرقی مسائل حالا خرافات فرقی یا اون بحث های ارزش فرقی که داره میگه بحث دین و اینا هم شامل میشه فکر میکنم که این افراد شستشوی ذهنی شدن um, they are truckloads of cognitive dissonance. اینا به طرز وحشتناکی دارن ناهنجاری ارزشی شناختی رو در خودشون تجربه میکنن. I talked to many girls outside of the swimming pool. با خیلی از دخترها بیرون از همون استخر صحبت کردم. Uh, who you know you said the question like what is a woman? خودت سوالو پرسیدی که آقا زن زن کیه به چی میگن زن؟ And they literally would not <applause> speak. میگه به معنای واقعی اونا دوست نداشتن در این رابطه صحبت کنن. It's really sinister. خیلی مسخره در این حال شیطانی و نحس این اتفاق. Well, it is sinister because it seems like the biggest and best organized bullying campaign against a population ever organized. Did anybody at the meet say, wait a second, that's cheating? میگه کاملا به نظر شیطانی میرسته به خاطر اینکه این بزرگترین و میشه بگیم بهترین کمپین قلدری سازمان یافته علیه مردمه که تا سازماندهی شده میگه ببینم هیچ کی اینجا بر نگش بگی یا سب کنی این که تقلبه این مرده داره تقلب میکنه یعنی مدال دوست داشت بچگی دیده ب... نمیتونه مدال بیاره مثلا گفته من زنم بیاد بر قاطعی زنو شرکت کننده بشه اونجا مسابقه بده و بتونه این مدال داشته باشه برای خودش فکر میکنم هیچ کسی جرأت اینو نداشت که بخواد این مطلب اونجا بگه which is why i really felt i had to say something برای همینه که من احساس کردم که من باید حتما چیزی بگم there was just this oppressive silence میگه یه سکوت ظالمانه خیلی سنگینی حکم فرما بود everybody knew that there was a man in the pool racing with the girls همه میدونستن که یه مرد تو استق داره با دخترها مسابقه میده Everybody knew it. همه می دونستن. And که می دونستن هیچ کدوم نمی در موردش حرف بزنن. Um, but the person uh, یارو خیلی خوشحاله شادی میکنه، می میگه که اون حتما یه زن اونجا. So it's, it's... just really scary. This is why the بچه فاصله رو ببینید با چقدر فاصله معمولا با دو سانتیم برام بر یا رو اول میشه قشنگ به یه بدن جلوه میگه خانمه میگه که خیلی وحشتناکه چرا بذار ببینم front <تصخص> of me was quite happy to say that he was definitely a woman so it's it's just really scary this is why those of us and it's fantastic that you Talk about this quite a lot, میگه خیلی موضوع وحشتناکه ولی خیلی خوبه که تاکر تو در مورد موضوع, موضوع صحبت میکنی yeah, so many other broadcasters are simply too afraid. میگه چون خیلی از گزارشگرهای دیگه در این رابطه کاملا ترسیدن و حرف نمیزنن yeah. I mean, I, you know, you میگه این بابر کن برای من اصلا اهمیتی نداره که تو چی... چه لباسی میپوشی یا خودتو چی خطاب میکنی This is not this is the dark ages. ولی این آزادی خواهی نیست این عصر عصر تاریک عصر سیاهه. and you ولی اینکه تو این وسط انقدر شاد و صادق هستی که حرف حرفتو میزنی من خیلی تحسینش میکنم خیلی ممنونم که به این برنامه آمدی. بله دوستان دیگه خلاصه اگه نتونستیم مدال بیارین اگر دیدید که تو چیزی نشدین زیر ابرو رو بردارید یه لباس زنده بپوشید برید آمریکا تو تیم زنان شرکت کنید شاید اونجا بتونید یه مدال بگیرید به افتخارات خودتون اضافه کنید شوخی می‌کنم ولی چقدر مسخره شده واقعا فکر نمی‌کنم یه روزی بشینیم و هم دیگه بخندیم به اینکه در آمریکا دارن میگن که کی زنه و کی مرده از قدیم و ندیم همینجوری بوده که بچه به دنیا می او بچه به دنیا میاد چیه از اون پنج ماگی شش ماگی سونوگرافی نشون میده یه میرفتن پول میدادن به دکتره که مثلا سه ماهگی که سونوگرافی میکنه زوم کنه ببینه اون وسط چیزی پیدا میکنه جنسیت بچه رو بگه یا نه از اون موقع حالا شما حساب کنید که طرف الان سی سالش تصمیم میخواد بگیره که زن یا مرده اما ممنونم که این بخش خبری با من همراه بودید که براتون جالب و جذاب بوده باشه اگر این, ت... این, چنین بوده ممنون میشم اگر لایک بزنید در فضای مجازی با دوستاتون به اشتراک بگذارید و اگر تا الان در کانال سابسکرایب نکردید ممنون میشم سابسکرایب کنید که بتونید بیشتر با هم دیگه باشیم این سابسکرایب کردنه مثلا اگر اون زنگوله و گزینه اول رو هم بزنید کمک میکنه که هر موقع لایو یا برنامه‌ای داریم برای شما نوتیفیکیشن ارسال بشه لبتون خندون جیبتون پرپول فعلا خدا نگهدار